کنون هدف از سفر نماینده ویژه وزارت خارجه قطر به کابل به گونه رسمی اعلام نشده، اما ظاهرا این سفر برای تعیین زمان و مکان گفتگوهای میان افغان‌ها انجام شده است. اما سفر دیروز رئیس ارتش پاکستان به کابل با دو دیدگاه در افغانستان همراست. هرچند ریاست جمهوری این کشور هدف از این سفر را اعلام حمایت پاکستان از روند صلح یاد کرده و در اعلامیه گفته که جزئیات بیشتر گفتگوهای دو طرف را در اعلامیه مشترک با رسانه‌ها شریک خواهد ساخت، اما تا کنون از این اعلامیه خبری نیست. حضور باجوه ظاهرا مرتبط به صلح بود، اما با هوشیاری سیاسی که دارن شروط خود را نیز می داشته باشند که یکی از شرط ها در امی سفر شاید رهایی زندانی های پاکستانی اخصا اسلم فاروقی رهبر داعشی ها بوده باشد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده که رئیس ارتش پاکستان از افغانستان مستقل و نظام جمهوریت حمایت کرده، اما منابع نزدیک به طالبان میگویند که هرگاه گفتگوهای صلح آغاز شود، در این گفتگوها حکومت افغانستان به عنوان طرفهای سیاسی با طالبان گفتگو خواهد کرد. هرچند برخی از کارشناسان میگویند که تاکنون طالبان به این گفتگوها پاسخ مثبت ندادند. سفرهای اخیر دکتر خلیلزاد به دوحه و اسلام آباد، سفر جنرال باجوه به کابل و سفر متوقعی نماینده کشور قطر به کابل با هم ربط دارند جهت ایجاد هماهنگی قوی برای آغاز گفتمان بین الافغانی. اما نقش پاکستان و قطر در آغاز گفتگوهای میان افغانها به باور برخی از کارشناسان بسیار اثرگذار است. پاکستان نفوذ خود بالای طالبا داره و نقش خوبی را میتونه که عملی بکنه. در زمین سفری که قرار است نماینده قطر به کابل بیاید، از این باید استفاده شود. منابع میگویند که زلمه خلیزاد نخست جزئیات گفتگویش را با نمایندگان طالبان و مقام های پاکستان با مقام های ایالات متحده امریکا شریک خواهد ساخت و پس از آن به کابل خواهد آمد. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای امریکا، کابل.